بسم الله الرحمن الرحیم فلسفه آدم و حوا معلف استاد علی اکبر خانجانی فصل اول فلسفه ازدواج و زناشویی صفحه پنج بسم الله الخیر الباسلین یک زندگی انسان چیزی جز رابطه و مبادله و داد و ستد و معامله و دریافت و پرداخت با جهان و جهانیان نیست که شدیدترین این واقعه با هم نان است. آدمی حتی آنگاه که بی توجه در خیابان عبور می کند نیز با هر رهگذری دارای ارتباطی می شود و در یک آن چیزی می دهد و چیزی می گیرد و معامله و رابطهای در نوع فرد با کل آدمها در خیابان رخ می دهد. در هر نگاه هر چند صحوی و ناخداگاه چیزی مبادله می شود. آدمی حتی در تنهاییش به طور اتوماتیک در هر لحظه مشغول مبادله با جهان و جهانیان و آدم هاست. آدم ها هر یک با باری از معنا و انرژی خوب و بد بر او وارد می شوند و چیزی به او می دهند و چیزی از او میگیرند گیرند و می روند. این واقعه حتی در خواب هم ادامه دارد. آدمی چیزی جز رابطه نیست و چون دارای روح است شدیدترین و عمیقترین ارتباط را با هر چیزی برقرار می کند و مهمترین خاصیت روح انسان در برقراری ارتباط است و لذا قوی ترین از عمیقترین ارتباطات برخوردارند رابطه زن و مرد هم یکی از این ارتباطات است و بلکه شدیدترین ارتباط انسان در جهان است و عمیقترین مبادلات در این رابطه رخ می دهد. زیرا روح با تمامیت خودش در این رابطه وارد می شود و لذا روحانی ترین رابطه ی انسان با جنس مخالف و خاصه با همسر است و لذا سرنوشت سازترین رابطه هاست. زیرا بیشترین مبادلات در این رابطه ممکن می شود. در این رابطه خود روح مبادله می شود در حالی که در سایر روابط روح بستر و عامل برقراری رابطه است و نه موضوع مبادله ولذا ازدواج واقعی مبادله روح دو انسان است که شدیدترینش در ازدواج عاشقان رخ میدهد دو درست مثل هسته اتم که اساس عالم ماده است ازدواج و زناشویی و خانواده هم اساس تاریخ تمدن و علوم انسانی و اجتماعی است و به میزانی که امروزه این علوم از اصل و اساس خود دور شده اند از رسالت حقیقی خود و از علمی بودن ماهیت خود بیگانه شده اند بنابراین پرداختن به این مسئله به معنای رجعت دوباره به اصل و اساس همه علوم انسانی و اجتماعی و حتی پزشکی است و نیز علوم دینی. سه در قرآن کریم میخوانیم که خداوند از هر چیزی یک زوج آفریده است و این زوجها دارای ماهیتی متضادند و در عین حال به لحاظ وجودی مستقیما از یکدیگر و بی همدیگر موجودیتی ندارند و این ذات معنای دیالکتیک به عنوان محور اندیشه و علم و ادراک بشر است و به مسابه روح پدید شناسی می باشد تا آنجا که آخرین موضوع جهان اندیشه همانا درک راز این وحدت از داد و دو غلوهای عالم وجود است و این مسئله برای وجود انسان به خصوص در عرصه خودشناسی و انسانشناسی و همه فراورده های بشری به مسابه امم المسائل است همانطور که هر فرد بشری به وضوح احساس می کند که کلیه سرنوشت او در رابطه اش با جنس مخالف قرار دارد. چهار نیاز آدمی به جنس مخالفش بسیار عمیقتر و اسرارآمیزتر از آن اموری است که او میفهمد و برایش تدبیر می کند. آنچه که نیاز جنسی نامیده می شود خود وسیله است برای ارزای نیاز برتر و عمیقتر. همانطور که نیاز انسان به غذا خود عمل خوردن نیست بلکه مواد حیاتی موجود در آن است و نیز موادی که در بدن انسان به واسطه غذاها پدید می آید که در خود غذاها حضور ندارند همانطور که نوع غذا و آداب غذا خوردن و کم و کیف تغذیه در افکار و احساسات آدمی نیز اثر دارد رابطه جنسی کمتر از غذا نیست همانطور که فیلمسل می دانیم که عارفان و علما و پیامبران دارای رژیم غذایی ویژه‌ای بودند یعنی همانطور که در کتاب اپانیشات ها آمده آدمی همانطور فکر می کند و احساس دارد که غذا می خورد بنابراین نوع همسر و کم و کیف رابطه جنسی و عاطفی با همسر هم در اندیشه و معنویت و روحیات بشر اثری به سزا دارد آدمی به هر چیزی که نیازمند تر است سرنوشت و روح و جان او از آن چیز اثر بیشتری میپذیرد و لذا مسئله ازدواج و زناشویی و رابطه جنسی مهمترین نقش را در ماهیت و سرنوشت هر بشری ایفا می کند و لذا انسان عاقل این امر را در رأس اهداف و اولویت‌های های زندگیش قرار می‌دهد و مسئله ازدواج در زناشویی را فقط از چشم نیاز لحظه جنسی نمی بیند. پنج هر منی محصول توهای زندگی خیش است و مهمترین توی زندگی هر فردی همسر است هر فردی از والدین خود حیات مادی میابد ولی از همسر خود حیات معنوی و انسانی و روحانی حاصل می کند حسان که همسر را فقط از چشم پایین تنه و معیشت می نگرد، از همان آغاز سرنوشت انسانی خود را با مادیت جهان پیوند زده و خود را محکوم به جمادیت و حیوانیت جهان ساخته است شش هر کسی از همسرش توقع یک دوست همدل، همفکر و همسرنوشت و یار و یاور را دارد تا به یاری او سعادتمند گردد ولی به زودی در میابد که گویی با خسم خود وصلت نموده است و آن هم شقیترین دشمنهایش و این سراغاز بیداری بشر است و به خدایی و اندیشگری و تفکر جدی زیرا مواجه با نخستین تزاد در اعماق تن و دل و جان و اندیشه خود شده است بزرگترین اندیشمندان جهان کسانی بودند که از این بیداری نگریخته و درباره اش تا به آخر اندیشه کردند و این عمیقترین و وجودی ترین نوع اندیشه و معناگرایی در بشر است که نهایتا انسان را به خدا میرساند همه پیامبران بزرگ نیز چنین بودند آدم و حوا ابراهیم و حاجر عیسی و مریم مجدلیه محمد و خدیجه علی و فاطمه هفت در پس پرده همه مردان بزرگ زنانی پنهان و آشکار بودند که موتور محرکه کل معنویت آنها بودند سقرات بو علی رابعه صوفا داوینچی، کیرکگارد، نیچه، کافکا، هو، سالومه، سیمون دووار و غیره. 8. اندیشه و تعمق جدی در ذات رابطه با جنس مخالف و همسر به مسابه اندیشه در ریشه حیات و هستی آدمیت خیشتن است. تنها معناب و تفکری که انسان را به خدا رسانیده است. همانطور که آدم بشر هم مقام نبوتش را در رابطه با حوا یافت وجود حوا بود که او را از بهشت به عالم برزخ کشانید و جهانش را دگر ساخت و او را بیدار نمود همسر عالیترین ترین دشمن است یک دشمن الهی و متافیزیکی است و هر که این امر را در نیابد و در آن تفکر نکند و از آن بگریزد و کورکورانه این دشمن را محکوم سازد و از او انتقام به ستانت بزرگترین دشمنی را با ذات انسانی خود نموده است و احمق و بی وجود از جهان میرود. گریز از ازدواج و زناشویی گریز از هستی انسانی خیش است. زناشویی کارخانه وجودیابی روحانی بشر است. رابطه زناشویی جادویی ترین رابطه است که در کل کائنات پدید آمده است و قلم رو به همه اسرار است. ده هر کسی در رابطه با همسرش یا به خدا می رسد و یا به ابلیس. به هر حال رشد می کند و این معنویت بشر است. یازده همانطور که شکافتن هسته اتم و علوم هستی، ای منشه اصلی مدرنیزم و هزاران علوم و فنون مدرن و بی سابقه است شکافتن هسته رابطه زناشویی و کشف اسرار آن نیز تعیین کننده سرنوشت نهایی انسان در جهان است و منشه همه علوم حقیقی در انسان شناسی و جامعه شناسی و روان شناسی است و بشر مدرن متاسفانه از این هسته انسانی و روحانی مستمرا در حال دور شدن است و به همین دلیل جهل و ناکامیش در این رابطه حتی در حال زیر پا نهادن این پیوند می باشد و این می تواند منشه انهدام وجودی و معنوی و حتی فیزیکیش در جهان باشد دوازده ازدواج و طلاق برای هر بشری به مسابقه مهمترین واقعی زندگی اوست و اگر او این مهمترین واقعی زندگیش را تا به اعماق درک نکند از زندگی خود هیچ نفهمیده است و جاهل از دنیا می رود سیزده به لحاظ اعتقاد مذهبی نیز حوا جمال باطن آدم است و به لحاظ عرفانی جلوه از جمال پروردگار محسوب می شود. این باورها نیز سندی دیگر بر اهمیت درک رابطه آدم هوایی می باشد. همانطور که یک مرد عاشق معشوق خود را همانطور می پرستد که خدا را. و یک زن عاشق هم مردش را هیچ کمتر از خدا نمی یابد و بلکه در چنین رابطه است که زن یا مرد برای نخستین بار با حقیقت خدا و مسئله پرستش آشنا شده و ایمان می این است که در قلم رو به ایمان عرفانی که عالیترین نوع ایمان مذهبی است همواره یک عشق آتشین جنسی به عنوان پشتوان حضور دارد و عشق لاینفک ارفان است چهارده عشق جنسی را عشق مجازی خاندند ولی هیچ کس بدون این عشق مجازی به عشق حقیقی نرسیده است همانطور که کل عالم هستی به مسابقه عالم مجاز و برزخ است و نه هستی حقیقی و ظاهر که این عشق را به بازی و مبادله و معامله دنیوی گرفت کل سرنوشت خود را تباه کرده است 15. انسان اهل معرفت با همسرش همان معامله ای می کند که با خدایش تقبا، سخابت، از خودگذشتگی، صبر، اخلاص، انجام وظیفه و خشوع. 16. کسانی که با همسر خود آداب دین و معرفت و تقوا را به جا آوردند، به خدا راه یافتند و رستگار شدند. 17. باور عامه بشری این است که ازدواج و انتخاب همسر نیز یک امر الهی و ازلی و خارج از اختیار بشری می باشد. و واقعی است که در آسمان نوشته شده است و لذا آن را قسمت می دانند. در قرآن نیز این معنا وجود دارد که این خداست که برای هر کسی از جنس نفس خود او همسری قرار می دهد. پس همسر هر کسی در هر مرحله از زندگیش همانی بوده که می بایست باشد و هیچ خطایی در کار نبوده است. و اگر طلاق و ازدواج مجددی رخ می دهد، بدان معناست که نفس فرد دگرگون شده است در حالی که همسرش راکت مانده است و یا همسوی او حرکت نکرده است چه به سوی حق و چه باطل اجده اگر همسر هر کسی از نفس خود اوست پس چرا دشمن او عذاب در می آید؟ همانطور که در قرآن هم همسر هر کسی دشمن ایمان اوست یعنی دشمن ایمنی و آرامش و عزت اوست و هر مردی که به سوی جهنم میرود رود تنابی برگردن دارد که در دست زن اوست که او را به دوزخ می کشاند. این یعنی چه؟ مگر اینکه به این نتیجه برسیم که هر کسی ذاتا دشمن خیشتن است و رضا همسرش هم یا هم جنس او و جمال باطن اوست طبعا باید دشمن او باشد همانطور که در قرآن آمده که انسان خسم آشکار خیش است و این همان معنای کفر ذاتی بشر است. 19. عشق مرد به زن هم درست عشق او به نفس خیشتن است و زن به زودی بر این امر آگاه می شود. زیرا زن جمال نفس مرد است و لذا عشق جنسی بیان اشد خودپرستی است برای زن و مرد. پس اگر چنین است عشق جنسی یک عشق کافرانه و بلکه بیان اشد کفر است و خودپرستی و لذا همه جنایات بشری به طریقی ریشه در این عشق دارد پس واضح است که انسان خردمند بایستی این عشق را در خود شدیدن مهار کند و بلکه بایستی با این عشق در خیشتن جهاد نماید و این محور جهاد اکبر برای هر بشری می باشد مخصوصا مردها تا دل و جان و روح خودش را از خودپرستی که این شیطان پرستی است برهاند زیرا پرستش از آن خداست و اصلا انسان فقط در جریان این نبرد بر علیه دل است که راه خدا را می یابد و نهایتا به او میرسد که مشهورترین مثال این واقعه همان جهاد ابراهیم بر علیه دلخیش است که همسر و فرزند محبوب خود را در بیابان برهوت عربستان به امان خدا رها کرد و از این واقعه به مقام امامت رسید یعنی خدا را در دل خود یافت و این است رابطه بین عشق مجازی و عشق الهی بیست مردی که بتواند دلش را از عشق همسر و فرزند پاک کند و خانه که خدا سازد تازه میتواند آنها را برای خودشان دوست بدارد که نجات پرستی و خودپرستی نباشد و بلکه محبت راستین همین است و لذا خداوند میفرماید که اگر کس دیگری را دوست بدارد و راست بگوید خداوند را بسیار شدیدتر دوست می دارد و در غیر این صورت او عاشق نفس خودش می باشد و همسر و فرزندش فقط ابزارهای خودپرستی او هستند 21. فقط دلی که خانه خدا شده است صاحبش می تواند همه را دوست بدارد و در جمال حوا جلوه از جمال پروردگارش را دیدار کند این امر درباره حوا هم نسبت به آدم مستاق دارد 22 در قرآن کریم می خانیم که خداوند ظاهر و باطن هر چیزی است فلذا ظاهر و باطن انسان هم که خلیفه اوست می باشد که این کمال واقع است و آدم و هوا به مسابه ظاهر و باطن یک وجود واحدند پس به خدای گونه عارفان از جمال زن از چنین واقعی برمیخیزد 23 لذا رابطه جنسی بین آدم و حوا اگر بر صدق و معرفت و وفا و ارادت باشد متافیزیکی ترین واقعی است که در عالم خاک رخ میدهد و مهد معراج و دیدار با خدا می تواند بود در غیر این صورت عرصه سقوط در درک اسفل سافلین است و این است که عمل زنا در حقوق مذهبی در رأس همه گناهان قرار دارد همانطور که امر اسمت هم در رأس همه ارزش های دینی قرار دارد اسمت فقط به معنای خیشتنداری در قبال نامحرم نیست بلکه برقراری رابطه ای صادقانه و شریف و پاک و همدلانه در رابطه جنسی با همسر نیز می باشد. و این است که چه بسا آدم هایی که بعد از ازدواج تازه به راه فسق و زنا می روند زیرا حقوق رابطه زناشویی را ادا نکردند و این رابطه قدسی را به فساد کشانیده و با آن معامله شیطانی نمودند یعنی از یکدیگر فقط به عنوان ابزاری جنسی یا معیشتی استفاده کردند و بس 24 زنای در رابطه زناشویی امری است که به ندرت از آن سخن رفته است در حالی که به مراتب مهلکتر از زنای با غیر همسر است رابطه جنسی بین دو انسان که واقعا همسر و همدل نباشند در حکم زناست زیرا در چنین رابطه‌ای همواره فرد سومی در روان طرفین دخیل می شود و این از زنای با غیر همسر به مراتب پلیتر و لذا حاصلش مخربتر است و این است که مفاسد اخلاقی و جنسی در افراد متحل به مراتب شدیدتر است و امکان فساد را عمدتا افراد متحل برپا داشتند و استمرار می دهند. جنون جنسی حاصل ازدواج سیاسی و تجاری و صرفا جنسی است اساس این ازدواج برزناست. 25. کسی که به همسر خود وفا نکند به هیچ امری از باورهای خودش هم نمیتواند وفا کند. زیرا همسر جمال باطن است. خیانت به او خیانت به خیشتن است. 26. ازدواج واقعی عهد بستن با خیشتن است و وفای به آرمانها، باورها، احساسات و ارزش های خیشتن و این است که ازدواج اساس دین و مدنیت و تربیت و معرفت و انسانیت است و فرار از ازدواج به هر بهانه‌ای ای واضح ترین بیان کفر است مخصوصا به بهانه قداست و ریاضت که اشد کفر یعنی نفاق است ازدواج نیمی از دین نیست بلکه نیمه اول دین است و این است که پیامبر اسلام آن را سنت دین خود نامیده است زیرا سنت ویژه دین محمد همان معراج و دیدار با خداست و این است که دین محمد دین جمال است و تنها دینی که در آن به جمال پیامبرش سلام و سلبات می فرستند 27. در عشق به جنس مخالف و ازدواج دل آدمی زنده می شود و بیدار شده و به خود می آید حق و ارزش این رابطه اساسا به همین امر است تا این دل زنده شده به جنس مخالف که نفس خیشتنه است آماده برای این پذیرایی خداوند شود یعنی آدمی دل از خود بکند و آن را به خدا بخشد تا در آن مقیم گردد تا انسان خلیفه خدا شود و هدف خلقت انسان تحقق یابد 28 کل واقعی عشق جنسی و زناشویی دو مرحله است دل دادن و دل کندن ولی بسیار اندکند کسانی که حاضرند دل بکنند الا به جبر و زور و زجر تا آنجا که در این دل کندن چه بسا دوباره دل می رود در حالی که دل بایستی به معرفت و اختیار از جنس مخالف باز پس گرفته شود تا به صاحب اصلیش یعنی خداوند سپرده شود تا دل به کمال حیات و هستی ارتقا یابد و این است به سال حقیقی و وجودی 29. آدمی تا دل از جنس مخالف به صلح و دوستی نکند نمیتواند او را دوست بدارد و لذا عاقبت آن به کینه و نفرت ابدی میرسد که این کینه دل را میمیراند سی عشق به جنس مخالف و همسر به این دلیل محکوم به کینه و نفرت و انتقام است که این عشق به خیشتن و خودپرستی است و خودپرستی ذاتن بر بشر حرام است و انسانی که خود را می پرستد جبران به ادابت با خیشتن می رسد و دشمن مسلحت ها و ارزش های وجود خود می شود و این همان جنون حاصل از کفر و عشق جنسی است الا اینکه انسان این عشق را قبل از تباهی تبدیل به احسن نماید یعنی تبدیل به عشق الهی کند که عشق به خالق است که عاشق انسان است زیرا انسان را خلیفه خود در جهان ساخته است ولذا عشق فقط او را سزاست و فقط اوست که به عشق انسان پاسخ مثبت میدهد ولا غیر سی و یک. عشق دو جانبه فقط و فقط عشق بین خالق و مخلوق است و وجود آدمی واضح ترین دلیل بر عشق خداوند به انسان است و این است که هر کسی که اهل خودشناسی باشد بر خداوند عاشق می شود زیرا دلایل عشق او را به خودش می یابد عشق او به انسان علت عشق انسان به اوست سی و دو عشق به خداوند تنها عشقی است که آدمی مستمرا کم می آبرد و حریف محبت و الطاف الهی نمی شود ولی ای جز فنای خود در قبال او نمی یابد و عاشق فنای خود می گردد و این است راز فنای عارفان در عشق او سی عشق به پروردگار عشق عرفانی است یعنی فقط سالکان خودشناسی به این عشق می رسند زیرا او را در لحظه به لحظه زندگی و احوال و اعمال و نعمات زندگی خود می‌یابد. لذا عشق الهی تنها عشقی است که تماماً بر معرفت و علم و آگاهی بنا شده است درست در نقطه مقابل عشق به جنس مخالف که سراسر کوری و کری و جنون و توهم و مالیخولیاست و لذا مترادف با جنون است سی و چهار خودپرستی حقیقی و برحق همان عشق الهی است که فرد در ذات حق مستحیل و فنا شده و با او یگانه می شود و او را خود و خود را او می یابد ولذا این عشق در حیات اجتماعی سراسر ایثار و کرامت و رحمت بر خلق است سی و پنج. عشق الهی اجر گذشتن از عشق جنسی است به میل و اختیار گذشتن از عشق جنسی به معنای ایثار است در معنای واقعی کلمه زیرا عشق جنسی قایت خودپرستی غریزی و کور است و لذا گذشتن از عشق جنسی فرارفتن از چاه طبیعت قرایز است که مترادف با ایثار در حق جنس مخالف است و تمام دنیای خود را به جنس مخالف وانه هادن سی و شش در عشق جنسی و زناشویی تمامیت نفس فرد درگیر و برونفکنی می شود در وجود معشوق یا همسر ولی زا اینک هنگام دست کشیدن از تمامیت خود است و شدن از کل خودی که اینک در وجود معشوق متبلبر شده است تا دل از غیر او پاک شده و آماده برای پذیرایی از حضور پروردگار باشد و این است حق عشق جنسی به عنوان زیربنا و مقدمه واجب عشق عرفانی سی رهایی از اسارت عشق جنسی جز به یاری یک پیر و مراد عرفانی به مسابه امام ممکن نیست زیرا آدمی خود نمیتواند دست و دل از خود بشوید 38 عشق جنسی هم میتواند سکوی پرش به عشق عرفانی باشد و هم چاه سقوط در کینه و زلالت و اداوت و جنون 39 بزرگترین عذاب حاصل از عشق جنسی همانا ابتلای به شجره ممنوعه است به معنای پرستش شجری خود بر روی زمین که به صورت پرستش جنوناسای سنت پدران و فرزند پرستی بروز می کند و فرد را به هر نوع گناهی سوق می دهد و این عذاب جبر تاریخ است به زبان فلسفه مدر که فرد به همه چیزهای زمانه مبتلا می گردد و از حداقل آزادی و اختیار اراده هم سلب می شود. و این عشق به است که در تضاد با عشق نزادی یعنی عشق الهی قرار می گیرد و فرد به سوی کفر آشکار می رود و آن تنابی که به دست زن و برگردن مرد به سوی دوزخ کشیده می شود همین تناب شجره و فرزند پرستی می باشد چهل. عذاب دیگر حاصل از عشق جنسی عذاب جنسی و نقصان رابطه شهوانی است که در زن و مرد هر کدام به نوعی رخ می دهد و این به معنای به تزاد رسیدن با هسته مرکزی این عشق است عشقی که حتی در جنبه جسمانی و غریزیش منجر به اشد عذاب می شود و لذا ناتوانی های جنسی به انواع متفاوتی را موجب می شود و همین امر خود موجب بدبینی ها و زجها و بدگمانی ها و اتهامات بر علیه یکدیگر است که زمینه انحرافات و چه بسا خیانت جنسی را هم فراهم می سازد. یعنی عشق پایین ای بر علیه پایین فعال می شود. از این منظر آن تناب که برگردن مرد و به دست زن است همان بند تنبان است. چهل یک عشق جنسی هرگز امکان توسعه و تعالی و رشد ندارد. یعنی هرگز نمیتواند به عشق قلبی و تفاهم و وحدت فکری برسد و بلکه هرچه به پیش می رود تضادهای فکری و سوء تفاهمات عاطفی را توسعه و شدت می بخشد. و همه آن اموری که روزی عوامل مشترک زندگی زن و به حساب می آمد اینک عوامل تضاد و تفرقه و جنگ است چهل و دو اصولا هرچی که ازدواجی با مشترکات نفسانی بیشتری پدید آمده باشد به تضادهای بیشتری منجر می شود. یعنی مشترکات خود موضوع اختلاف می شوند. زیرا اشتراکات و تفاهمات مشترک زمینه خودپرستی های شدیدتری هستند و لذا به نبردی شدیدتر منجر می شوند. زیرا آنکه همسر نامیده می شود ذاتا رسالت دارد تمامیت تو را بر سرت بشکند پس هرچی که اشتراکات و تفاهمات بیشتری در میان باشد حربه های بیشتری در طرفین وجود دارد و لذا عمر ازدواج های خارج از اشتراکات نژادی و طبقاتی و فرهنگی و حرفه‌ای و سلیقه‌ای و اعتقادی به مراتب بیشتر است همسر هر کسی هرچی که شباهت های کمتری با او داشته باشد تفاهم و دوستی بیشتری دارد و اسباب جنگ کمتر است چهل و سه نیاز جنسی که علت العلل غریزی ازدواج است به معنای واکنش بدن برای رهایی از خیشتن است که به معنای گریز از تنهایی می باشد گریز از تنی بدون روح زیرا رابطه جنسی عین هماغوشی تن با روح است چهل و چهار آدم بی هوا مثل تن بی روح است و هوا بدون آدم مثل روح اوریان و بی تن و بی خانه است روحی ناامن و بی قرار و پریشان آدم بدون هوا مثل خانه بی صاحب است و هوا بدون آدم مثل آدمی بی خانه و آواره است هوا برای آدم به مسابه معنا و روح و هویت است و آدم برای حوا به مسابه امنیت و حراست است حوا معنای وجودی برای آدم است و آدم هم ماده وجود حوا است چهل حوا از آدم امنیت دنیوی و مادی می خواهد و نهایتا پول می خواهد و آدم از حوا امنیت معنوی و حمایت عاطفی و روحانی می خواهد. و این مبادله ماده و معناست حوا معنای وجود است و آدم هم ماده وجود است این دو به مسابه ماده و معنای وجود انسان هستند حوا نظر به جیب آدم دارد و آدم نظر به خود حوا دارد آدم خود حوا را می خواهد ولی حوا درآمد و خواص مادی آدم را می خواهد چهل و شش به همین دلیل زن پولدار که نیاز مادی نداشته باشد و امنیت دنیاویش تأمین باشد نیازی به ازدواج در خود نمی بیند. نیاز به ازدواج برای آدم یک نیاز روحانی است ولی برای حوا نیازی جسمانی و معیشتی است. چهل و هفت. پس از تأمین نیاز دنیاوی برای حوا نیاز برتری پدید می آید که نیاز به محبوب بودن و پرستیده شدن است یعنی وجود مردی که مستمرا نازش را بکشد و او ناز کند و این نیاز معنوی و روحی حوا به آدم است که متعاقب بینیازی مادیش پدید می آید چهل و هشت. ناز بزرگترین راز وجود زن است و غیر منطقی ترین خصیصه وجودی او در رابطه با مرد است منتها مردی که او را دوست داشته باشد ناز محصول عشق مرد به زن است با آن بدین معناست که زن میخواهد در قبال مردی که عاشق اوست ادعا و احساس بینیازی و خدایگونگی داشته باشد و لذا مرد برای برآورده کردن نیازهای مادی و جنسی زن بایستی منتش را بکشد و زن به صورت لطفی به مرد خدمات او را بپذیرد چهل و نه عشق مرد به زن موجب پیدایش احساس و باور خدایی در زن می شود و این مسئله اصلی ظهور نازه اوست 50- ناز زن به معنای خلع مسئولیت و سلب وظیفه نمودن او از خیشتن در قبال مرد است و این همان راز خوشبختی زن و احساس سعادت او در زندگی است و قلمرو پیدایش جنون و کینه و ادابت بین زن و مرد است نهایتا به خیانت و فروپاشی رابطه می انجامد. پنجاه و واکنش عشق یک مرد است و به مرد چنین می گوید. اگر راست می گویی مرا چون خدا پرستش کن. و این قلم رو به ظهور کفر آشکار در رابطه آدم و حوا می باشد همانطور که این واقعه در بهشت ازلی موجب ارتکاب آگاهانه آدم به گناه شد که نهایتا موجب خروج هر دو از بهشت گردید پنجاه و برای زن ناز کردن لذت بخشترین و از رابطه او با مرد است و برای مرد هم در مرحله نخست این ناز کشیدن امری به قایت لذت بخش و شهبتزا می باشد ولی به تدریج به عذاب کشیده می شود و رابطه دچار جنون و شیطنت و تباهی می گردد. پنجاه و سه شهبت افسار گسیخته در مرد تماما محصول ناززن می باشد چه در خانه و چه در بازار. آنچه که مفاسد اخلاقی بین زن و مرد را پدید می آورد و قلم رو به پیدایش روز است همانا ناز زن است. پنجاه و چهار ناز زن همان واقعی ابلیس زدگی زن است و زن بدین طریق ابلیس نفس خود را به مرد منتقل می کند پنجاه و پنج ناز زن در عرصه عمل و رفتارش چیزی قابل توصیف منطقی و فرمالیستی نیست و همان چیزی است که اشبگری نامیده می شود پنجاه و شش ناز را می توان نوعی ارنژی و یا رفتار و هویت انرژی که جنسی شهوانی دانست که در واقع داله بر رسوخ و حضور ابلیس در زن است ولی زابایستی ناز زن را هویت و انرژی ابلیسی او دانست 57. مردان حرزه و بزهکار و زنباره در زن فقط به جستجوی ناز او هستند و خود این نگاه در زن مولد و محرک ناز است 58. آنچه که شیطنت زن و مکر و کید عظیم او نامیده می شود همان ناز است که هزاران تو دارد که به انواع مکر و بازی خود نمایی می کند و نهایتا خود زن را دیوانه می سازد و از کنترل و اراده خارج می کند و این همان روز پی صفتی اوست 59 زنان روسپی قربانیان ناز خود هستند یعنی قربانیان ابلیس 60 ناز زن همان اراده به پرستیده شدن زن است یعنی دعوی خدایی و ادعای بینیازی در قبال مرد 61 زن با نازش میگوید من هیچ نیازی به تو ندارم پس بیا ناز و منت مرا بکش تا به تو اجازه دهم تا نیازهای مرا برآورده سازی زیرا این تویی که نیازمنده برآورده ساختن نیازهای منی ش دو زن با ناز کردنش علاوه بر اینکه مردش را دچار جنون جنسی میکند، خود نیز دچار شهوت افسار گسیخته می شود و آنگاه که دیگر مردش از ناز کشیدن خسته شد او به انحرافات اخلاقی دچار شده و چه بسا به سوی خیانت و زنا می رود و این عذاب ناز اوست شست ناز دیگری در زن وجود دارد که می توان آن را ناز بر حق نامید که مختص زن مؤمنه و با تقوا و معرفت است و آن عین اسمت و تقوا و خیشتنداری است در قبال عشق مردش این ناز به معنای مهار نمودن امیال و خواهش های خود در قبال مرد محبوبش می باشد که پاسخی به عشق مرد است که به صورت خیشتنداری و انجام وظیفه و تمکین بروز می کند. این ناز ضد ناز است و حاصل جهاد زن در قبال ناز ابلیسی می باشد. 64. آنچه که زن را در قبال مرد محبوبش دچار عقده و کینه می کند و نهایتا عشق مردش را از دست میدهد. همانا ناز است زیرا مرد قادر نیست برای همیشه و مستمرن به نازهای او پاسخ دهد و لذا نازش بر سرش می شکند و او را هیچ و پوچ و افسرده می سازد که افسردگی جنسی و بسیاری از امراض ویژه زنانگی حاصل ناکامی در قبال ناز است شست و شش تمارز نیز یکی دیگر از واکنش زن در قبال ناز ناکام خیش است که بدین طریق بتواند به شیوهی دیگر مرد را به طرح و کشی بکشاند این تمارز گاه به راستی تبدیل به انواع امراض جسمی و روانی و جنسی می شود که عذاب مکر اوست شست و هفت. دین و معرفت و اسمت و سعادت زن چیزی جز حاصل جهاد او بر علیه ناز خودش نیست 68. چون مرد قریزتا زن را دوست دارد و تسلیم امیال اوست پس اگر زن هم متقابلا مرید اراده مردش نباشد این رابطه به تباهی و انهدام می رود. این همان واقعی بلایت متقابل زناشویی است که موجب تعدیل و عدالت در رابطه می شود و خانواده را بر حقش استوار می سازد. 69. مرد باطنا مرید زن است و زن بایستی ظاهرا و در امور دنیوی مرید مرد باشد و این کل حقوق فطری زندگی زناشویی است که اگر رعایت نشود منجر به نابودی خانواده می شود. هفتاد زن بر دل مرد بلایت و فرمانروایی دارد و مرد هم باید بر اندیشه و اعمال زن ولایت داشته باشد و این تنها حق رابطه زناشویی است که رعایتش باعث سعادت و عدم رعایت آن موجب شقاوت و تباهی است یک دعوی عشق آدم به حوا و امتحان حوا درباره این ادعا محور همه مناقشات اسرارآمیز رابطه زناشویی است که اصولا به ندرت بر زبان می آید و از اسرار مگوی این رابطه است تا آنجا که آدم ادعایش را پس می گیرد و زان پس انتقام حوا آغاز می شود هفتاد و دو حوا درباره عشق آدم تردیدی ندارد ولی میخواهد از این عشق سوء استفاده کند و بر جای خدا بنشیند ولی به ناگاه دیگر عشقی در میان نیست و این عذاب حواست و حسرت ابدی او در حماقتش هماغتش حوا میگوید اگر راست میگویی باید مرا به خاطر خودم دوست بداری و نه به خاطر خودت و طلب امیال و شرایط خودت و این طلب عشقی مطلق و بیقید و شرط است و در واقع ادعای خدایی است.